به نام خداوند مهرآفرین، خداوندی که مهر و عشق رو در دل ما انسانها قرار داد تا همدیگر رو دوست داشته باشیم. سلام به این گوشه دنج، سلام به شمعدانی کوچک، سلام به پنجره، سلام به آن سوی ابرها، سلام به آن سوی شهرها، سلام به آبها، سلام به آن سوی دلتنگی، سلام به حرف، به واژه، به عشق، به تو که بیننده نوا و نمای شبکه شما و مهمانان خودتون از کردستان هستید. صمیمانه ترین سلام خودمون رو از استان کردستان شهر سنندج تقدیم به شما دوستان عزیز بیننده میکنیم. امیدواریم که ایام به کامتون باشه و از اینکه یک بار دیگه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید بی نهایت سپاسگزاریم. انشاءالله که غم و دلتنگی در خونهاتون رو پیدا نکنه، این آرزوی همیشگی ماست. امیدواریم که نوا و موسیقی شادی همیشه در زندگی شما نواخته بشه و ساز زندگیتون کوک کوک باشه. با ما همراه باشید، بخش های مختلفی داریم که تقدیم حضورتون میکنیم و امیدواریم که در این شب بسیار دلانگیز در مرداد ماه سال 1393 وقت کافی داشته باشید که با ما همراه باشید. میخواییم یک تصنیف و ترانه رو تقدیمتون بکنیم با صدای عادل نادری با نام شو، به معنی شب. ای لسمای دسمالن وای لرمای نوحالن ای لنمای ملالن وای لنمای وشحالن ای لشقاو تخی گرم وای لچطلو چیلی نرم ای لتریکی والناس گیان 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 وای لتریکی وشری شو 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 قام مچو وهو شو روح من مال خالب ويد غيف الرجو شو اروي شو 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 قام مچو وهو شو روح من مال خالب ويد غيف الرجو شو سماي دسمالن واي لرماي نوهالن اي لنماي ملالن واي لنماي وشحالن اي لشقاو تخي قرم واي لشطلو چيلي نرم اي لتريكي والناس جان 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 واي لتريكي وشري شو 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 قام مچو وهو شو روح من مال خالب ويد لي فرجو شو اروي شو 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 قام مچو وهو شو روح من مال خالب ويد لي فرجو شو عزیز و بیننده خسته نباشید، شب همگیتون به خیر باشه انشاءالله. اگر در خونه تشریف دارید و کنار خانواده محترمتون هستید و برنامه ما رو میبینید، امیدواریم که گرمی و صفای خونه و زندگیتون همیشه پابرجا و
مستدام باشه. اگر مهمانی هستید سلام ما رو به مهمونای عزیزتون برسونید در جای جای ایران اسلامی. اگر بیننده برنامه نوا و نما هستید این رو بدونید که ما از استان کردستان مهمان خانه های شما هستیم و فقط قصد داریم هدیه های رنگارنگی رو تقدیم حضورتون بکنیم که این یک ساعت رو بتونیم در دل شما ثبت بکنیم. عزیزان شب حال و هوای دیگه ای داره. این تصنیف و ترانه رو که شنیدید اسم شب بود. وقتی که فعالیت روزانه تموم میشه و همگی برمیگردیم به خونه و قصد داریم که استراحت بکنیم، شب حال و هوای خاصی رو با آدم میده و امیدواریم که بتونیم شبایی رو که در خدمت شما هستیم خیلی خوب در خاطر شما ثبت بکنیم. انشاءالله در این یک ساعتی که مهمان شما هستیم فقط ما میخواییم موسیقی تقدیم حضورتون بکنیم و همونطور که همه شما هم میدونید موسیقی هر استان، هر شهر و هر فرهنگ شناسنامه اون استان و شهر و فرهنگه و خب ما هم میخواییم در این یک ساعت ترانه ها و موسیقی های مختلفی رو تقدیم حضورتون بکنیم با این امید که شما رضایت داشته باشید از برنامه امشب ما. علاوه بر این موسیقی هایی که تقدیمتون میشه آیتم های ویژه‌ای هم داریم که تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید. بخش بعدی ما حکایت های کهنی است که توسط همکار ارجمندمون جناب آقای رنجبر تقدیم به حضورتون میشه. سلامی از دیار کردستان تقدیم به بینندگان خوب نوا و نما، همراه ما باشید. دوباره خدمت رسیدم تا یکی از داستانهای کهن کردی رو تقدیم حضورتون کنم، داستانی شیرین به اسم شانس. سالها پیش تو سنندج احمد نامی و محمود نامی با هم همسایه بودن. احمد ثروتمند و غنی، محمود فقیر و ندار. ماهای رمضان احمد موقعی که افطار میشد همه رو دعوت میکرد خونهشون به صرف افطاری. یکی از مهمونای احمد محمود فقیر و ندار بود. بعد از خوردن افطاری احمد با صدای کف مباشر صدا کرد: مباشر دو سکه طلا به محمود بده. مباشر محمود و تا دم در بدرقه میکنه و یک سکه طلا بهش میده. محمود میگه: ببخشید جناب مباشر، من خودم شنیدم احمد گفت دو سکه، شما یک سکه به من دادید. مباشر میگه: غذای مفت خوردی، پول مفتم میخوای؟ برو ببینم. یک سکه رو ازش میگیره و دست خالی روانه خونش میکنه. روز دوم ماه رمضان شد و دوباره مهمانی احمد و دعوتی محمود. دوباره احمد مباشر صدا زد: مباشر چهار سکه به محمود بده. دوباره مباشر محمود و تا جلوی در بدرقه کرد و دو سکه بهش داد. محمود اعتراض که من خودم شنیدم احمد گفت چهار سکه، و دوباره مباشر سکه را ازش گرفته و دست خالی روانه خونه شد. 30 روز ماه رمضان به همین منوال گذشت، یعنی محمود دست خالی و بدون اینکه سکه دریافت کنه به خونه برگشت. روز عید فطر دوباره احمد مهمانی داد و محمود رو دعوت کرد. این بار به محمود گفت که: محمود این قطعه طلا رو بگیر و بیرون از شهر چاهی هست به اسم چاه شانس، به اونجا برو و به شانس من بگو که من دیگه پول ثروت نمیخوام. محمود شتابان به طرف بیرون شهر رفت تا چاه شانس رو پیدا کنه. بعد از پیدا کردن چاه شانس فریاد زد: هی هی شانس احمد بیا بالا. صدای ساز خوشنوایی از چاه بیرون اومد و از چاه مرد قد بلندی با عبای ابریشمی و انگشترهای یاقوت و الماس سر از چاه بیرون آورد. محمود رو به شانس احمد میکنه و میگه: احمد گفته من دیگه ثروت و دارایی نمیخوام، دیگه پول و مکنت نمیخوام، دیگه نمیخوام بهم ثروت بدی. شانس احمد میگه: نه، من شانس احمدم و بهش ثروت و دارایی میدم. و دوباره به چاه برمیگرده. محمود با خودش فکر میکنه چرا شانس خودم رو صدا نزنم. داد میزنه: هی شانس محمود بیا بالا.
میبینه صدای ساز بد آهنگی با بوی تعفن از چاه میاد. مرد قد کوتاه، یک چشم کور، یک دست چلاغ، یک پاشل و گوش پشت از چاه بیرون میاد. میگه ببین شانس احمد قد بلند خوشتیب، شانس ما رو نگاه کن. بابا یه ثروت دارایی چیزی به من بده. میگه نه، شانس تو منم و هیچی بهت نمیدم. دوباره به چاه برمیگرده. محمود به دنبال شانس خودش سرش رو تو چاه میکنه و فریاد میزنه شانس من، شانس من، به من کمک کن، من میخوام دارایی داشته باشم، من میخوام ثروتمند بشم. اما شانس هیچ جوابی بهش نمیده. حتی قطع طلایی هم که احمد بهش داده بود از دستش میفته و از کفش میره و رو به شانسش میکنه و میگه واقعا شانس باوفایی هستی. این هم داستان شانس از داستانهای کهن کردی که تقدیم حضور شما عزیزان شد. بله، این هم از افسانه ها و داستان ها و حکایت های کردی بود که تقدیم حضورتون شد. جناب آقای کیوان رنجبر به زبان فارسی برای شما بازگو کردن. میگن دوست هر کس میتونه کسی باشه که من نوعی بتونم کنارش با صدای بلند فکر بکنم. شما دوستان ما هستید که راحت میتونیم فکرامون رو با شما در میون بگذاریم. انشاءالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. هر جمع و محفلی با مهمانانش آراسته میشه، مهمانانی از دیار هنر، مهمانانی از دیار فرهنگ، مهمانانی که سالهای سال خدمت کردند به جامعه هنری، به جامعه فرهنگی و شناسنامه هنر و فرهنگ هر قوم و ایل و تباری هستند. امشب هم ما دعوت کردیم از هنرمند خوب به نام و برجسته کرد زبان جناب آقای مهدی حجت و سادات که صدای این هنرمند بزرگوار همیشه محفل‌های گوناگون رو آراستند و خب قطعاً ما با صدای این هنرمند بزرگوار بزرگ شدیم و خیلی دوست داریم که با خودشون هم از نزدیک بیشتر آشنا بشید. جناب آقای مهدی حجت و سادات، سلام و درود داریم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سرکار خانم ارج، بسیار تشکر میکنم از لطف و محبتتون. بنده هم خدمت سرکار و همچنین بینندگان محترم برنامه بسیار خوب و خوش نوا و نما و همچنین بینندگان محترم و مهمانانی که به سنندج تشریف آوردن عرض سلام و عرض ادب دارم و از خدای متعال سلامتی و سعادت برای همه خواهانم. خیلی متشکرم جناب آقای حجت و سادات، امیدواریم که عمر طولانی و با عزت داشته باشید و سایه‌تون بر سر موسیقی و هنر این جامعه همچنان ماندگار و مستدام باشه. جناب آقای حجت و سادات چند سالتونه؟ باید بگم؟ خب این معمولا خانم‌ها نمی‌خوان سنشون رو بگن. بنده 66 سالم. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید. چه سالی فعالیت هنریتون؟ بنده فعالیت آوازخوانی رو از سال 1345 آغاز کردم. بله. و با ارکستر رادیو سنندج. درسته. با این ارکستر طی سال‌های 45 تا 1350 در مرحله اول حدود 35-6 آهنگ کردی اجرا کردیم با ارکستر، عرض کردم، رادیو سنندج. بله. و سرپرست ارکستر استاد حسن کامگار بودند. بله. و به مقتضای شغلم بنده از سال 1349 به تهران رفتم و با ارکستر محلی رادیو تهران حدود 40 ترانه کردی هم در اونجا اجرا کردیم. مجموعاً 72-73 تا آهنگ کردی بنده اجرا کردم. انشاءالله که سلامت باشید. آقای حجت و سادات، مگه کار شما، شغلتون چی بود که مجبور شدید کوچ کنید به تهران؟ بنده در وزارت مسکن و شهرسازی استخدام شدم بر همین اساس. انشاءالله که همیشه سلامت باشید. آقای حجت و سادات، صدای شما ممنون. همیشه به گوش ما آشناست، مخصوصا توی رادیو که بالاخره فعالیت ها که بیشتر هست و مردم با صدا بیشتر سر و کار دارن، صدای شما خیلی آشناست. هر وقت که میخوایم ترانه ای از شما پخش بکنیم، مردم هم خوشحال میشن، هم درخواستشون مبنی بر این هستش که میخوان صدای شما رو بشنون. آثار برجسته شما آقای حجت و سادات، معمولا شعرش رو کی سروده؟ آهنگسازیش رو که فرمودید و این شعرها بر چه مضمون و پایه‌ای بوده؟ عرض کنم خدمتون بنده اشعارم رو
از دیوان شعرای نامی کرد انتخاب میکنم. بعضی هاشنم اشعار کردی محلیه و بعضی از اینها هم یعنی آهنگ هایی که بنده در تهران اجرا کردم، عرض بشه یکی از شعرهای بنام اونجا شعرها رو برای بنده در واقع گفتند و از اون اشعار عرض بشه برای آهنگ ها استفاده شده. درست. و تنظیم آهنگ های بنده رو زنده یاد استاد محمد عبدالصمدی به عهده داشتند و بنده هم اجرا کردم. حالا دیگه تا از نظر دوستان چه به طور که میپسندن و قطعا همینطور هست. جناب آقای حجت و سادات، میدونیم که امشب دست پر تشریف آوردید به برنامه نوا و نما و اینک میخواییم اولین هدیه شما رو تقدیم حضور بینندگان عزیزمون بکنیم که برنامه نوا و نمای کردستان رو میخوان ببینن. از این اثری که میخواد پخش بشه شعری به خاطرتون مونده؟ میتونید حضور ذهن دارید؟ بله، این آهنگ اسمش هست سودا. بله. و شعر این آهنگ رو شاعر معروف کرد امام صاحب وفایی هست. بله. به این مضمونه: بجاری که تماشای تو فداد بم ها دلو دینم، بجاری که تماشای تو فداد بم ها دلو دینم، اگر صد جار قیامت به دمی که هست بت بینم، لغمزه چاوکت دت که لجرگم خوینو نازانم، نخسته دسته بازم نفنجه دست شاهینم. انشاءالله که گلیگ موفق بن. تقدیم به شما سودا، اثری از جناب آقای حجت سادات. خماری چاوی جانانا، اگر بایک للای قیبلم نی حالم فریشانا، اگر بایک للای قیبلم نی حالم فریشانا. بطاری زلفی گل ناری جمالی تو یرو سرم در بند سودایا، زمان سرگرم سوتانا، بغم زی چاوکی مستد همو جینش در جرگم، بمجگانی سیاد قلبم سراسر جیگ پیکانا. بطاری زلفی گل ناری جمالی تو یرو جوشا، سرم در بند سودایا، زمان سرگرم سوتانا، بغم زی چاکی مستد همو جینش در جلگم، بمجگانی سیاد قلبم سراسر جیگ پیکانا. بجذبه خالک ای چاوید، مقام قابی قوسینا، لسایه پیری میخانه، مقام قابی قوسینا، لسایه پیری میخانه. بغم زی چاوک ای مستی تموجی،
به مژگانی زیاد قلبم سراسر دیگه پیکانه به تاری زلفی گناری جمالی توی روجوشا سرم در بندی سودایا دلم سرگرمی سوتانه سرم در بندی سودایا دلم سرگرمی سوتانه بله این هم از کار بسیار زیبایی بوده از جناب آقای حجت و سادات. اینجاست که واقعا این شعر نقش میبنده که بلبلی طبعم اوا دی سنسنا خوانی دکا نکت سنجی و بزلگویی و انبرفشانی اکا زابطه طبعم سوارا ادعای شاهی هیا محتشم دیوانا داوای تختی خاقانی اکا. مجددا خیلی خوش آمدید آقای حجت و سادات. خسته نباشید. آقای حجت و سادات، همونطور که همه ما بالاخره اونایی که سنشون برسه و به خاطر داشته باشن و کسانی هم که به یاد نمیارن میدونن که موسیقی چه در رادیو چه در تلویزیون نقش اصلی و اساسی رو ایفا کرده. بله، موسیقی هر منطقه هم مختص به خودشه، به خاطر جغرافیای اون منطقه، به خاطر فرهنگ و زبان و حتی شرایط فیزیکی هر منطقه و آداب و سننشون این موسیقی شکل میگیره. شما به عنوان هنرمندی که سالهای سال نزدیک به یک نیم قرن تقریبا در این عرصه فعالیت میکنید، چه صحبتی دارید؟ اصلا موسیقی محلی چه شاخصه هایی داره؟ خدمت سرکار عرض کنم، موسیقی صرفاً به معنای یک آهنگ یا چند ساز نیست. بله. عرض کنم حضورتون، موسیقی در اصل فریاد دله، تاریخ یک ملته، فرهنگ یک ملته. اکثر ما موسیقی ملت‌ها رو و عشیره‌ها رو، طایفه‌ها رو با سابقه موسیقی اونها میشناسیم. بله. موسیقی اصولا یک پیامه، یک ابرازه و یک خواستنه. گفتنی ها رو اکثر میتونیم با موسیقی بیان کنیم. جایی که قلم از نوشتن باز میمونه و زبان از گفتن قاصر میشه، اونجاست که موسیقی آغاز میشه. شما میتونید خواسته ها و اون چیزی که در درون دارید به وسیله موسیقی و کلام به مخاطب تقدیم بکنید. درست. کلام موسیقی، موسیقی با انسان زاده شده خانم. بله. موسیقی یک دریای بیکرانه، واقعا دریای بیکرانه. درست. اثر موسیقی در روح و روان انسان حتی در گلها و گیاها غیر قابل انکاره. درسته. انشالله که همیشه سلامت باشید جناب آقای حجت و سادات، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید بی نهایت سپاسگزاریم. خیلی دلمون میخواست که تا آخر برنامه با شما همراه باشیم و از صحبتها و صدای گرمتون استفاده بکنیم، اما متاسفانه وقتمون کمه و خب ما از یک ساعت برنامه به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله قول میگیریم ازتون که در برنامه های آینده هم با شما همراه باشیم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. به خدای بزرگ میسپارم. من هم همه شما را و همچنین بینندگان محترم رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز بیننده، با ما همراه باشید. هدیه دیگر تقدیم حضورتون میکنیم با صدای گرم شادروان عباس کمندی از هنرمندان نامی و مردمی استان کردستان. امیدواریم که خوشتون بیاد. سنجان. Sanjana, Sanjana, Sanjana Kalololo, Sanjana, Sanjana, Sanjana Kalololo. Sera ayes ketena dibun, yavra. Sera ayes ketena dibun, yavra. Yavra. Devare vakti adi, sevar daila ucha. نواره وقتی عبید سیور دایلو چم تو در بیگا مالا دیدم من در سنگم بخم تو در بیگا مالا دیدم من در سنگم بخم سنجانو سنجانا سنجانا کلولو سنجانو سنجانا سنجانا کلولو سرعای
سل خراوات دم لبیانی سل خراوات دم لبیانی من اچم و دشت آبیدم تو بی بکامی من اچم و دشت آبیدم تو بی بکامی سنجانو سنجانا سنجانا کدرودو سنجانو سنجانا سنجانا کدرودو سر آویس کردن آبیدم جاورا سر آویس کردن آبیدم دلکه مشغوله به یادی حضرت دلدار و بی خبر ما و لحالی آشنا و اغیار و یادی دیدار جمالت گر غم انگیزه غمت ججنی دل بیدار عزیز بی جهت می شار و سر اگر سودا زده میلت نبی بوا ابی سر اگر سودا زده میلت نبی بو وا ابی هر وکونو کی قلم بخریت سر پرگار و باورت بی تا کسی تامی فراقی دل نکا قدری وصلی لا نیا وکمی بدس می خار و شورشی بازاری عشقت شورشی کبی نزیر شورشی بازاری عشقت شورشی که بی نزیر سا مگر دوری فلک بیکا به بزمی شاروا خسته نباشید. شعری رو که تقدیم حضورتون کردیم از ما مصطفی فنایی بود که امیدواریم خوشتون اومده باشه، هرچند میدونم خیلی از شما ممکنه معنی این شعر رو متوجه نشده باشید، اما مضمون بسیاری از اشعاری که تقدیم حضورتون میشه عشق و دوست داشتن و مهر و محبت و انسان دوستی و دین مبین اسلام هست. البته در تمامی شعر شعرای کرد زبان ما حتما دیوانشون آغازش و مطلعش با نعت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و اهل بیتش هستن. از شاد خدمت شما که استان کردستان استان غنی هست از لحاظ منابع طبیعی و هر شهر و استانی برای خودش یک سوغات ها و یک گیاهان و داروهایی داره که از دل طبیعت به دست میاد. همونطور که دیشب هم خدمتتون عرض کردم در طبیعت داروهایی یافت میشه، گیاهانی یافت میشه که هر کدومش دوای یک درده و ما میتونیم برای هر کدوم از مشکلات جسمیمون، خدای نکرده اگر مشکلی باشه، در طبیعت به دنبال این درمان‌ها بگردیم. دمنوش‌های گیاهی جز به این درمان‌هایی هستش که در طبیعت یافت میشه. بخشی رو که می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم معرفی این دمنوش‌ها هست که تقدیمتون میشه. امیدواریم که مثمر ثمر باشه، استفاده بکنید و تنهامون نذارید. باز هم بخش‌های مختلفی داریم که می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم. Thank you.
جناب آقای اردلان اجازه بدید ما پذیراییمون به صورت رسمی به رسم ادب همین دمنوش گیاهیه. بسیاری معمولا رسم ما ایرانی هر مهمانی که وارد خونه بشه به رسم ادب نوشیدنیشون چایه، ولی ما دم کردنی استفاده میکنیم. منتهی دم کردنی باید به چیز صافی مانندی مثل این صاف کنی، نباید پوزی چیزی داشته باشه. درسته. به تارهای صوتی لطمه ببینه. ما اینو خدمتون عرض کنم که حتما اینو با نبات شیرینش کنی بله. نه با قند، که دیگه طبیعی باشه. طبیعی اینو نبات، اینم قاشق برای به هم زدن. این به شما الان آرامش میده، رفع خستگی استرس رو از شما میگیره. آقای پیرانی این الان چی هستش؟ این دمنوش، این دمنوش آویشن هستش. بله. خواص اینو بگید، یه توضیحات هم در مورد کسایی که با شب رفیقن و دوستان تو شب یه دمنوش خیلی خوب بخورن و حالشون رو خوب بکنه. بله، افرادی که زیاد به خودشون اهمیت میدن، دمنوشیدنی داغ گیاهی که مصرف بشه شبانه، از گرگازوان، سنبولاتیو، حتی یه دانه لیمو عمانی به داخلش هم بریزه، آرامش بیشتری بهشون میده. و هم عرض کنم خدمت، اگه صبحم امتحانی، کنگوری، کلاسی، جشنواره، سمیناری، همایشی رفت، شاداب و سرحال به سر محل کار و زندگی خودش میره. به افرادایی هم که توصیه میشه که امتحان دارن، برای که حافظشون تقویت بشه توصیه میشه از کندر استفاده بشه. کندر معمولا مثل آدامس جویدنیه، بعدن بلعیدنیه. اینو بخوره به افکارشون کمک میکنه، فکرشون رو باز میکنه. بسیار زنده باشید. بوی خوبی هم داره. بله بفهمم خودتون زنده باشید. چش حتما. حالمون دگرگون شد. حالمون رو خوب کردی شما. چه حرفی با مردم دارید و میخواید در به عنوان یک همیار طبیعت، خودتون میگید من خادم طبیعتم، چه حرفی درد دلی دارید با مردم بگید و کلام پایانیتون بفرمایید. من کوچکتر از اونم که بتونم سفارش به مردم کنم، به خصوص دوستان طبیعتگران، گردشگران که به دامن طبیعت میرن، با طبیعت دوست بشن، با طبیعت مهربان باشن. هر چی خدمت به طبیعت کنی، طبیعت هم به ایشان متقابلا خدمت میکنه. یه چیزی که ناگفته مان به خدمتتون عرض کنم، هر گیاهی نباید به اسم داروگیاهی چیز کرد، استفاده کرد. دو تا گیاه میبینی شبیه هم دیگر، یکی داروی یکی سمیه. بدون مطالعه از طبیعت گیاهی برداشت نکنی، تا اطلاعات کاملی ندارید دارو رو خودسرانه استفاده نکنی. همچنین که داروگیاهی شیمیایی عوارض داره، داروی شیمیایی گیاهی هم عوارض داره. بیش از حد هم مصرف بشه، دوز دارو رو بالا ببری، بازم به انسان لطمه میرسنه. طبق مطالعه، طبق گزارش، طبق صحبت، طبق بزرگان، نیاکان ما به ما توصیه کردن چه مقداری از گیاهان استفاده کنی و دوست دارم خود گیاه رو سرشاخ کنی، زنی کنی، نه اینکه ریشه کنی کنی. ریشش تو طبیعت بذار بمانه که سال آینده نسل آینده هم بتونه ازش استفاده کننده. امانتی از گذشتگان از دست ماست و ما بتونیم امانت هم به دست آیندگان، نسل آینده بدیم. جدا با طبیعت دوست باشی، با طبیعت مهربان باشی، طبیعت خدمت به ما میکنه، ما متقابلا باید به طبیعت خدمت کنیم. زباله آشغالی در طبیعت جا نذاری، این همچنان که میری در دامن طبیعت، اون زباله ای که چیزی پس مانده خوراکی داری با خودتون برگردانی بیاری داخل شهر، که ما از خاک به دنیا آمدیم، زمین به ما تعلق ندارد، ما به زمین تعلق داریم، بس طبیعت را دوست بداریم. خدا نگهدار. زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت. زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. من دلم میخواهد قدر این خاطره را دریابیم. براستی که اینطوریه دوستان، واقعا اگر قدر لحظه هامون رو بدونیم و این رو
باور داشته باشیم که ممکنه یک ساعت دیگه در کنار هم دیگه نباشیم، قطعا قدر ثانیه به ثانیه بودنها با هم بودنها رو میدونیم. و خب یک ساعت مهمان شما هستیم، یک ساعت نوا و نوا رو تقدیم حضورتون میکنیم و خب این با هم بودن غنیمتی است برای اینکه لحظه های به ثبت رسیده در ذهن ها نقشی بشه در خاطرات زندگی ما. بریم با هم دیگه یک ترانه سنتی بشنویم، یک آهنگ، یک ملودی که فولکلور هست و این رو تقدیم به شما میکنیم با عشق و احترام. دنیا دمی کاشی و کانی ما، دنیا دمی کاشی و کانی ما، فلک شواندی سرانجام ما، فلک شواندی سرانجام ما، هی هی بر ما که لا دلم بر ما که، هی هی بر ما که ویل دلم بر ما که. اخ پجار او میناد لا دلم بر مکا، اخ پجار او میناد لا دلم بر مکا. بوینه مجنون هستی هوای گل، من چون بایا خوش تو نینا وای دل، من چون بایا خوش تو نینا. تصاویری که دیدید با این نوای دلنگیز در امارت خسرو‌آباد بود، در شهر سنندج که تقدیم حضورتون شد. امارت خسرو‌آباد جزو امارت‌های تاریخی شهر سنندج هست که مقر سیاسی و حکومت قوم اردلان بوده در شهر سنندج. انشاءالله قسمت بشه تشریف بیارید به شهر سنندج و این آثار تاریخی رو از نزدیک ببینید. اگر میخواید که هدیه بدید به دوستانتون، اگر چیزی در بساط ندارید، اگر پولی ندارید که هدیه بخرید، لااقل آرزوی خوب که میتونید بکنید. من میخوام چند تا آرزو بکنم برای شمایی که الان بیننده برنامه ما هستید در جای جای ایران اسلامی و هر شهری که هستید. این آرزوها رو براتون دارم که آرزو میکنم تو جیب لباست پول پیدا کنی و آرزو میکنم موزیکی که خیلی وقت دنبالشی هیچی ازش نمیدونی رو یهو یه جایی بشنوی. آرزو میکنم وقتی دارن ازت تعریف میکنن تو اتفاقی رد بشی و بشنوی که دارن ازت تعریف میکنن. آرزو میکنم اونقدر بخندی که از چشات اشک بیاد.
آرزو میکنم یه بویی که باهاش خاطره خوب داری یه جایی یه جوری به مشامت بخوره. آرزو میکنم وقتی حواست نیست سرتو بیاری بالا ببین اون کسی که خیلی دوستش داری و دوستت داره داره عمیق نگات میکنه. و آرزو میکنم یه چیزی که کوچیکه، فکر میکنی کوچیکه ولی فکر نمیکردی حالا حالاها به دستش بیاری یا برات اتفاق بیفته، خیلی زود خیلی زود برات اتفاق بیفته. خب هدیه بعدی ما بخشی است از برنامه نوا و نما که تقدیم حضورتون میکنیم. امیدواریم که خوشتون بیاد و وقتی که خداحافظی کردیم و این برنامه رو تحویلتون دادیم گله‌ای نداشته باشید از ما. با ما همراه باشید. بله، تصاویری که مشاهده فرمودید تصاویر روستای پالنگان بود که یکی از روستاهای تاریخی منطقه کردنشین و استان کردستان هست. امیدواریم که قسمت بشه و حتما برید ببینید این جای دیدنی رو. و تصویر زیبایی رو هم که شنیدید با صدای بیژن کامکار بود از خانواده کامکارها که خدمات شایانی به جامعه موسیقی کردند. اسم این تصنیف هم گلمسه زده بود که تقدیم حضورتون شد. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. اینها یک شناسه و یک تعریفی بود از این تصاویر و کاری که شنیدید و دیدید. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. عرض شود خدمت شما که در ادبیات فارسی و کردی بالاخره یک رویکردهایی هست که تقریبا در دوران معاصر ما بیشتر شاهدش بودیم. یکی از این شاخه هایی که میشه در موردش صحبت کرد ادبیات جاده‌ای هست. ادبیات جاده‌ای که میان نوشته هایی رو پشت ماشینا می‌نویسن. ما در جاده وقتی که داریم رانندگی می‌کنیم، حرکت می‌کنیم، می‌بینیم که پشت هر ماشینی که جلوی ما حرکت می‌کنه جملاتی نوشته شده، توسل به اهل بیت، نام خدا و یا جملاتی که حرف دله.
که خوشبختانه الان ما شاهد هستیم که بیشتر این جملاتی که پشت ماشین ها نوشته میشه و در حال حرکت ما میخونیم و بیشتر حک میشه در ذهن ما، جملاتی است با نام و یاد خدا و توسل به اهل بیت و جملاتی که روح و دل رو آشنا میکنه با عرفان و معنویت و خلاصه آنچه که روح رو صیقل میده. ادبیات جاده‌ای برای ما آشناست وقتی که این گزارش رو میبینیم. البته دیگه این شاید آخرین گزارش های ما باشه در مورد ادبیات جاده‌ای به این شیوه. امیدواریم که ببینید و خوشتون بیاد. خوبی؟ تو جاده این دلنوشته هایی که پشت ماشینان دیدی؟ چیا دیدی خوشت اومده؟ شما چی قربان؟ میگه تن مرد و نامرد یکیست، بگذر روزگار بگذرد ببیند مرد کیست. آهیر خیلی دوست داری؟ خود چی نوشتی یا نه؟ خودم نه چی ننوشتی؟ تازگی این ماشین خریدم. چی مینویسی اگه بنویسی؟ بنویسم؟ آره. از روزگار چی میخوای؟ از روزگار چی میخوای؟ چی میخوای از روزگار؟ آرزوهای زیاد ها. سلامتی قربان. تو چی میخوای؟ بگو دیگه. نمیدونم. خب تو نمیدونی مثل بابا چی نوشتن پشت ماشینا؟ شعری چیزی برات نیستی بنویسیم پشت ماشین بابا؟ اسم چیه؟ آریان. آریان. آریان؟ آریان کوچولو. بنویس آریان کوچولو. خسته نباشی. خدا قوت. برو به سلامت. چیزی ننوشته بود. فقط نوشته که کجاست؟ اینا بسم الله الرحمن الرحیم، خدا نگهدارش باشه انشاءالله. برو به امان خودمون. و عقب بعضی ماشین رو دنبالم نیاد در به در میشی. دنبالم نیاد در به در میشی. یه چیزه همچی چیزه می نویسن. خیلی خوب دیگه چی؟ می نویسن زیاد می نویسن دیگه بعضی هاشون. تو زیادت نیست دیگه؟ نه بلا. آقا تو جاده شما میای پشت ماشینا یه چیزایی مینویسن. دیدی چیز خوب و خوشگلی؟ چرا بعضی موقع بگو ببینم چی داخله مینویسن دیگه. چی مینویسن؟ شعر مینویسن. بعضیاش علاقه دارن دیگه مینویسن. من کدومشو خودت خیلی دوست داشتی تو یادت مونده؟ یه روز یکی از گذشته نوشته بود دنبالم نیاد خودم سرگردانم. خیلی خوش اومد از اون. خوشی دیوارا؟ خودت چیزی نوشتی یا نه؟ نه 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 نوشته. نمی نویسی؟ نه چون علاقه ندارم. بعضی موقع بعضی راننده هست حواسش میره واسه اون. بعضی کارا بلاش سرش میاد. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بله عزیزان و خوشویستان نوی کلیکین امل استانی کردستان پرزگه کردستان و میمانی کتو ساتکن تنین انشاءالله که بگلی. امیدواریم که شما که ما رو به عنوان مهمان خونه هاتون پذیرفتید از دستمون راضی باشید. ما مهمانانی باشیم که خدای نکرده سرسام آور نباشیم، سرسام نیاریم. بحث مهمان و مهمانی که پیش میاد، هر استانی که برنامه داره قطعا دعوت میکنه از هموطنانش که در شهر و دیارشون مهمان بشن و به استانشون، به شهرشون بیان و دیدنی های اون جا و مکان و منطقه رو از نزدیک ببینن. یکی از جاهای بسیار زیبا و دیدنی استان کردستان که در شهر مریوان قرار داره دریاچه خودجوش زروار یا زرباره که امیدواریم قسمت بشه شما بتونید در این تعطیلات تابستانی فرصتی رو گیر بیارید و بتونید تشریف بیارید و ساعت‌های خودتون رو با خاطرات خوبی سپری بکنید. وقتی برگشتید به شهر خودتون دعوت بکنید از سایر هم‌استانیاتون که حتما تشریف بیارن. در شهر مریوان ما جاذبه‌های دیدنی زیاد داریم، اما دیگه دریاچه زروار که به نگین کردستان معروفه حرف‌های زیادی برای گفتن داره. جناب آقای حجت و سادات میهمان عزیز ما که در اوایل برنامه تشریف داشتن در استودیوی برنامه،
کارهای زیادی رو برای ما آوردن که به عنوان هدیه تقدیم حضور شما بکنیم. یکی از این کارهای بسیار زیبایی که تقدیم حضورتون خواهد شد تصنیفی است با نام مهمان یا میمن. امیدواریم که خوشتون بیاد. این رو تقدیم میکنیم به تمام مهمانان عزیزی که همینک در استان کردستان تشریف دارن یا یعنی که قراره برنامه‌ریزی بکنن و بیان به استان کردستان. میمن خوشاتی صفا هاوردی خمو پجارم لدل لابردی. این هم تصنیف مهمان بود با صدای جناب آقای مهدی حجت و سادات که تقدیم حضورتون شد. امیدواریم که خوشتون اومده باشه عزیزان. شما که در دیار ما به سر میبرید امیدواریم که بهتون خوش بگذره. اگر برنامه‌ریزی کردی که تشریف بیارید باز هم امیدواریم که خاطرات خوبی در ذهنتون ثبت بشه و برگشتید به استان خودتون قطعا با نام خوبی از استان کردستان یاد بکنید. امیدواریم که گله نداشته باشید از ما، ناراحت نشید از دستمون و اگر قطعا برنامه ما اون مواردی رو که مورد نظرتون بوده تقدیمتون نکرده امیدواریم که موجب ناراحتیتون رو فراهم نکرده باشه. البته این رو که من گفتم یک مقدمه است برای تصنیف زیبایی که میخوایم تقدیمتون بکنیم، تصنیف بسیار شاد از هنرمند سنندجی آقای کمال قادری که امیدواریم خوشتون اومده بیاد. خوشتون بیاد، من فعل رو گذشته به کار بردم، عذرخواهی میکنم و امیدواریم که با ما همراه باشید. بوتورای چرا قهر کردی با صدای کمال قادری تقدیم به شما و با ما همراه باشید. چیزی از برنامه‌مون نمونده، ما به وعده خودمون وفا کردیم و مرتب موسیقی و تصانیف زیبا رو تقدیم حضورتون کردیم. Oh,
خوشی سری کتانا من باشه تو ویلانا نظر کم که ندا من دست من بیستو سین سر کومی ام پومی شوقی فاروش نایده بلیل سر چی تورا بطوری که بطورا یا بلیل سر چی تورا بطور بطور بطورا دخواه عزیز که ندا به خانه من اگر آمدی برایم ای مهربان چراغ بیار و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. یواش یواش به پایان برنامه امشب نوا و نما رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزاریم، خیلی دوستتون داریم و از اینکه لحظه هاتون رو با ما تقسیم کردید متشکریم. امیدواریم اگر عمری باقی باشه، امانت عمر در دستان ما همچنان باقی باشه، در برنامه های آینده هم با نوا و نمای کردستان با شما همراه باشیم. گفتم بدوم تا تو همه فاصله ها را، تا زودتر از واقعه گویم گله ها را، چون آینه پیش تو نشستم که ببینی در من اثر سخت ترین زلزله ها را. امیدواریم که هیچ وقت غم، ناراحتی، پریشونی در دلتون نباشه. آنچه که هست آرامش، عشق، امنیت، اعتماد و صداقت باشه. شب همگی شما بخیر باشه. حسن ختام برنامه امشب ما اثری زیبا با صدای هنرمند مخملین، صدای استان کردستان، استاد پر خالقی، بوت دینم. امیدواریم که خوشتون بیاد و بیگله از استان کردستان به شهر و دیار ما بیایید، حتما مهمان ما باشید. خدا نگهدار.